سر خط خبرها. استعفای وزیر اطلاع رسانی لبنان در پی تشدید بحران. رهبران جهان درباره ارسال کمک اضطراری گفتگو کردند. رسانه‌های لبنانی از احتمال استعفای دست جمعی کابینه خبر می‌دهند. طالبان نشان بدن که از آتش بس سر تا سری ترس ندارند. خواهش توافق لوی جرگه برای آزادی 400 زندانی خطرناک طالبان. اشرف غنی فرمان رهایی آنها را امضا کرد. مدرسه آقای دکتر حداد عادل بود. ایشون برای اداره مدرسه خطرناک. گزارش رئیس بنیاد مستضعفان از وضعیت اموال این مجموعه. پرویز فتاح میگوید بعضی از املاک در اختیار مقام‌های سابق و فعلی و نهادهای نظامی است. و لکه‌ای سیاه بر اقیانوس هند. نشت نفت از کشتی ژاپنی اوضاع جزیره موریس را به هم ریخت. سلام، عصرتون بخیر. یک شنبه است، 9 اوت برابر با 19 مرداد. خوش آمدید به این بخش خبری از تلویزیون فارسی بی بی سی. من پریزاد نوبخت هستم. وزیر اطلاع رسانی لبنان با عذرخواهی از مردم استعفا کرد. منال عبدالصمد نجد اولین وزیر کابینه دولت لبنان است که در اعتراض به شیوه مدیریت انفجار مهیب بیروت از دولت کنار می رود. دیروز هم 5 نماینده پارلمان استعفا کردند. بیروت دیروز شاهد تظاهرات گسترده‌ای بود که به درگیری با نیروهای امنیتی کشید و معترضان برای ساعاتی ساختمان وزارت خارجه را اشغال کردند. تظاهرکنندگان به ناکارآمدی دولت در پاسخ به انفجار هفته گذشته معترضند که دست کم 158 کشته و بیش از 6000 زخمی به جای گذاشته. امروز رهبران جهان از طریق کنفرانسی ویدیویی درباره تامین کمک اضطراری برای لبنان گفتگو کردند. همکارم نفیسه کوهنورد که برای پوشش این خبر به بیروت رفته با ماست. نفیسه، از اوضاع در جایی که هستی بگو، وضعیت چطوره؟ پریزاد، ما به میدان شهدا اومدیم که دیروز هزاران نفر در اون تظاهرات میکردن. دوباره گروهی از معترضها درخواست دادن که تظاهرکننده‌ها دوباره برگردن به میدان، به خصوص که دیشب در اثر درگیری معترضان با نیروهای امنیتی و به خصوص ارتش لبنان دست کم 700 نفر زخمی شدند. حال بعضی از اونها وخیمه و راهی بیمارستان شدند. احتمال استعفای دست جمعی کابینه میره، جلسه اضطراری خواهند داشت به زودی و ممکنه واقعا این اتفاق بیفته، به خاطر اینکه کم کم چیزهایی داره درز میکنه به رسانه ها، حرفایی از بعضی از وزرا که معتقدن که دیگه این کشور رو نمیتونن اداره بکنن و نحوه اداره کشور رو همونطور که میخوان نمیتونن تغییر بدن. فشار بر روی دولت داره بیشتر و بیشتر میشه و به نظر میاد که موج اعتراض ها هم ادامه پیدا بکنه، هرچند الان قطعا به اندازه ای که دیروز در اینجا جمع شده بودن هنوز جمع نشدن مردم، ولی احتمال اینکه تا شب دوباره به آشوب کشیده بشه زیاده. و توجه بکنیم که ارتش لبنان به خاطر وضعیت اضطراری که بعد از انفجار اعلام شد قدرت بیشتری در خیابان ها پیدا کرده و میتونم بگم دیشب حتی به گفته بسیاری از کسانی که ماها در اعتراض ها بودن، یکی از خشن‌ترین برخورد ها را ارتش با معترضان داشت که اون هم خشم معترض ها را چندین برابر کرده. در نتیجه انتظار میره تا ساعتی دیگه اینجا باز هم شاهد تنش هایی باشه. درخواست مردم مشخصا چیه و چقدر میشه امید داشت که دولت لبنان پاسخگو باشه به این درخواست های مردم و اونها را انجام بده؟ درخواست مردم از همون قبل، یعنی از پاییز سال قبل، تغییر نظام، تغییر سیستم و رفتن تمام سردمدارانی هست که سالها مسند قدرت رو فقط بین خودشون دست به دست کردن و به گفته معترض ها در نهایت
کار به جایی رسید که فاجعه بندر بیروت رخ داد. اونها میخوان که دیگه کسانی که همیشه سر قدرت بودن نباشن و یک تحقیق بین المللی در مورد فاجعه‌ای که در بندر بیروت اتفاق افتاده انجام بشه، به خاطر اینکه اعتماد به تحقیقاتی که در خود داخل لبنان انجام میشه ندارن. و میشه گفت خیلی امیدی نیست واقعا، متاسفانه باید گفت خیلی امیدی نیست که به خواستشون تظاهرات کننده ها به این راحتی برسن، اما انقدر هم خشمشون زیاده که همشون میگن دیگه حاضر نیستن که عقب برن و در حقیقت از خواسته هاشون عقب نشینی بکنن با. تا واقعا یا کشور خارجی به گفته بعضیشون دخالت بکنه یا جامعه بین المللی کاری از دستش بر بیاد و انجام بده و یا اونها دیگه، بعضی از تظاهر کننده میگن یا اینکه بمیریم. متشکرم از توضیحات نفیسه کوهنورد، همکارم از بیروت با ما، ممنونم. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه. یک شرکت ردیابی نفتکش‌ها میگوید ایران احتمالاً دو برابر بیشتر از آن چیزی که ارزیابی می‌شود نفت صادر می‌کند. تانکر ترکرز در تازه‌ترین گزارشش گفته که یک نفتکش هندی بارش را در دریای عمان از یک نفتکش ایرانی تحویل گرفته و به چین تحویل داده. تا به حال موارد مختلفی از انتقال محموله‌های نفتی ایران در آب‌های آزاد به نفتکشی دیگر گزارش شده که گفته می‌شود برای دور زدن تحریم‌های آمریکاست. در انفجار خودروی بمبگذاری شده نزدیک یک واحد نظامی در شهر غزنی افغانستان دست کم 7 نفر کشته شدند. وزارت داخله افغانستان میگوید این 7 نفر از ماموران امنیتی بودند و همه مهاجمان هم کشته شدند. سخنگوی والی غزنی اما گفته مخالفان مسلح بعد از درگیری فرار کردند. مسئولیت این حمله را هنوز کسی بر عهده نگرفته، اما معمولا طالبان مسئولیت چنین حملاتی را در غزنی به عهده میگیرند. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا میگوید تا پایان ماه نوامبر، یعنی 16 هفته دیگر، شمار نظامیان آمریکایی در افغانستان به کمتر از 5000 نفر کاهش می‌یابد. آمریکا در حال حاضر حدود 8600 نفر نیرو در افغانستان دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چند روز پیش در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که تعداد سربازانش در افغانستان تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا احتمالاً به 4 تا 5000 نفر کاهش خواهد یافت. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان حکم آزادی 400 عضو گروه طالبان را امضا کرده. ارائه ضمانت در مقابل آزادی زندانیان، آتش‌بس فوری و شروع مذاکرات با دولت از ماده های این قطعنامه است. لوی جرگه همینطور از طالبان خواسته بر اساس تعهدشان تمام اسیران غیر نظامی و نظامی دولت را رها کنند. نسرین نوا از کابل گزارش می‌دهد. روز سوم لوی جرگه مشورتی صلح، مراسم پایانی لوی جرگه به امید آغاز مذاکرات با طالبان. جرگه‌ای که از حکومت خواسته برای برداشتن موانع بر سر مذاکرات 400 زندانی طالب را آزاد کند. آمده تا به پیشنهاد لوی جرگه مهر تایید بزند. زبنن حق حکم امضا کردم. من امروز حکمی را امضا می کنم که قبلا نمیتوانستم، چون بالاتر از صلاحیت من بود. اما حالا نظر به توافق و فیصله شما، حکم آزادی 400 زندانی طالب را امضا می کنم. حکم امضا کنم او توی بخوزی. با این کار توپ را به میدان طالبان انداخت. انتخاب از طالباست. امروز طالبا باید نشان بدن که از آتش بس سر تا سری ترس ندارن. خواهش لوی جرگه افغانستان برای آتش بس سر تا سری و برای خدمات سر تا سری در سر تا سر افغانستان قبول میکنه. لوی جرگه مشورتی به گفته حکومت حالا گروه طالبان بهانه‌ای برای به تأخیر انداختن مذاکرات مستقیم با دولت ندارد. فیصله خطنامه لوی جرگه تاریخی، لوی جرگه مشورتی آخرین بهانه ها را از سر راه شروع مذاکرات بین الافغانی رفع کرد و ما شما انشاءالله در آستانه شروع مذاکره قرار داریم. تمام نظریات شما مورد احترام همه ما و انشاءالله تا جایی که ممکن باشه
تعهد جمهوری اسلامی افغانستان به عملی کردنش است. قطعنامه در این نشست نمایندگان کشورهای مختلف و سیاستمداران ملی حضور داشتند. اجماعی که در این اواخر کمتر به چشم خورده بود. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین که در مراسم افتتاحیه حضور نداشت، امروز در مراسم اختتامیه شرکت کرد. بسیار روز خوشحال است، الحمدلله. خوشی از احتمال رسیدن به صلحی که در 19 سال گذشته دست نیافتنی بوده. میگه رخ زیبایت را یاد کنم، یاد کنم. با خیالت دل خود شاد کنم، یاد کنم. ما با خیال صلح دل خود شاد کردیم امروز. با آرزوی صلح آمدیم داشتیم. و شما بزرگان عزیز وطن ما، اعضای محترم جرگه، ما را با او آرزو با تصامیم خود دارین، نزدیک میسازین. اعضای لوی جرگه مشورت. اما شماری از مردم به این قطعنامه بی باورند. ما باورمند هستم در این مرحله بیشتر توجیه اعمال حکومت است که به دوش ملت میگذارند. از اینکه جرگه در یک مدت بسیار کم برگزار شد، ما نگران شمولیت جوانا و نمایندگی درست مردم همچنان هستیم. در دو روز گذشته دیدگاه‌های مخالف هم در جرگه اعلام حضور کردند، اما در نهایت اکثر اعضای این جرگه طی قطعنامه موافقتشان را نسبت به آزادی زندانیان طالبان اعلام کردند. در این قطعنامه آمده که طالبان هم باید هر چه زودتر مذاکرات و آتش بس را با دولت آغاز بکنند و جریان مذاکرات با مردم با جزئیات شریک بشه و در جریان مذاکرات از قانون اساسی افغانستان و تمام دستاوردهای 19 سال گذشته حمایت بشه. مذاکرات آنطور که رئیس جمهوری از قول طالبان گفته بود، سه روز پس از رهایی این زندانیان در قطر شروع خواهد شد. خداوند عاقبت ما و شما را محمود بگردانه و صلی الله تعالی علی خیر خلق ما. این دعا سالهاست دست مردم افغانستان را بلند برده. آرزوی آرامش و صلح. حالا تصمیم جرگه مشورتی قدمی پیش برای برآورده شدن این آرزو برداشته. با برداشتن موانع و مساعد کردن شرایط برای آغاز گفتگوهای صلح. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. طارق سعیدی، استاد دانشگاه از هرات با ما هستند. آقای سعیدی، همونطور که در گزارش نسرین هم شنیدیم، اشرف غنی ابراز امیدواری کرده که به صلح افغانستان نزدیکتر بشه. آیا واقعا الان موانع بر سر راه صلح و مذاکرات بین الافغانی برداشته شده؟ درود بر شما و شنوندگان عزیز. مسئله طبیعتا از هر کسی ما پرسان کنیم موافق صلح هست. بله، من باور دارم که مسئله صلح قرار نیست اتفاق بیفته. گویا گروه‌های نظامی سیاسی در جبهه‌های مختلف قرار دارن و اینها روی یک سلسله ساختارهای دولت چانه‌زنی می‌کنن تا منابع و منافع بیشتر بگیرن. اصلا مسئله اصطلاح بین الافغانی یک مقدار گمراه کننده است. در شما اگر یک به لیست مذاکره کنندگان و همچنین لوی جرگه یک دقت بکنین، ما به باور ما کل ملت با اعصاب کل ملت در لوی جرگه اصلا حضور نداشتن. تعدادی از مجاهدین و تکنوکرات ها بودند و طبیعتاً اینها هستند که تصمیم میگیرن چه چیزی به نفع ملت هست و چه چیزی به ضرر ملت. شما اگر نگاهی به نوعی به قربانی های جنگ داشته باشین و افراد ملکی در طول سالهای جنگ اینا کشته شدند، به نوعی متضرر شدند، کی میخوای پاسخگوی این افراد باشن؟ اصل مسئله صلح، آنچه که اینها دارن تاکید میکنن به نام صلح، به باور من حل منازعه بین چند گروه سیاسی و نظامی است که هم مسلحن. شما در انتخابات شاهد این بودین که وقتی منازعات انتخابات میشد، همین گروه هایی که امروز مسلح شده بودن و در شهرها موضع گرفته بودن، این مسئله از اونجا ای هست که به نوعی اینها همیشه در طول حدوداً دو دهه هست اینا قدرت به دست دارن و طبیعتاً گروه های دیگری هم علاقمند است به این ساختار شریک بشن. وقتی مسئله صلح مطرح میشه، تنها مسئله در سطح حل منازعه بین دو گروه متخاصم یا دولت و طالبان نیست. مسئله صلح بنیادی تر است. صلحی که ما باور بود داریم صلح منفی نیست. صلحی نیست که در مقابل
قربانی بکنیم، همانطور که لوی جرگه 400 تن که شما میگین بالاخره از یه جایی باید شروع بشه، نه؟ الان شما میگین که این اختلاف بین گروهایی که همشون مسلحن و دارن با هم مناظره میکنن و در واقع بعد این مناظره استاپ بشه، متوقف بشه و بعدش بریم به مرحله صلح. ولی خب این گام اول هست. بله، مسئله ایست که گام اول از اینجا شروع نمیشه. به باور من گام اول باید بره به سمت ساختارهای که باعث و مولد جنگ و به نوعی منازعه هستند. امروز در کنار طالب کی هست؟ کی حضور داره؟ اگر واقعا افغان هست چه رویگردان از دولت هست؟ چی عوامل وجود داره؟ به نظر من عوامل، یکی از عمده‌ترین عواملی که دولت تهران نتونسته با او کنار بیاید، مسئله فساد هست. مسئله سوء استفاده از قدرت هست. و آن چیزی که اگر متوجه ما شدیم در طول این دو دهه، آن چیزی که شما در ساختار قدرت می‌بینیم رهبرهای مردمی نیستن، بلکه رهبرهای قومی هستن که طبیعتاً از تعصبات و به نوعی از احساسات و عواطف مردم توده استفاده میکنن و به نوعی رهبریت بوده میگیرن. به باور من صلح زمان امکان پذیر هست که شما این ساختارها یک مقداری اصلاح شده باشه. شما در اینجا به نوعی قربانی عدالت میدیم، قربانی میکنیم بدون از اینکه چیزی به دست بیاریم. همانطور که حکمتیار به مجاهدین. متشکرم از توضیحات شما. طارق سعیدی، استاد دانشگاه از هرات با ما، ممنونم. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. به دنبال بحران سیاسی و اقتصادی لبنان، رهبران جهان درباره تامین کمک اضطراری برای این کشور گفتگو کردند. در پی توافق لایجرگه مشورتی صلح با آزادی 400 زندانی خطرناک طالبان، رئیس جمهوری افغانستان حکم رهایی آنها را امضا کرد. در ادامه این برنامه، وضعیت اضطراری در جزیره موریس در پی نشت نفت در یک کشتی ژاپنی. آمار روزانه مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران همچنان سه رقمی است. با این حال دولت دستورالعملی برای اجرای مراسم عزاداری محرم اعلام کرده. این در حالی است که کارشناسان هشدار می‌دهند این دستورالعمل‌ها نمی‌تواند جلوی شیوع کرونا را بگیرد و نباید چنین تجمعاتی برگزار شود. ریحان مظاهری گزارش می‌دهد. ویروسی خطرناک و ناپیدا که همچنان قربانی می‌گیرد. وزارت بهداشت ایران می‌گوید 26 استان این کشور همچنان در وضعیت قرمز و هشدار است. تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2020 نفر گزارش شدند. طی 24 ساعت گذشته 163 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم. دولت اما حالا از دستورالعملی جدید برای برگزاری مراسم محرم خبر داده. مراسمی که برگزاری آن از سوی بسیاری از پزشکان و کارشناسان حوزه بهداشت و سلامت نگران کننده توصیف شده. عزاداری نباشه این نادرسته، ناصحیح. حسن روحانی اما با تاکید بر ضروری بودن این مراسم میگوید اجرای محدودیت‌های شدید در این ماه غیر ممکن است. اصلا قابل تحمل نیست برای جامعه ما. اصلا مغموم میکنه. حالا غیر اینکه خود عاشورا غم‌آوره، اصلا خود این که مراسم نباشه دلگیر میکنه مردم رو، اضطراب و افسردگی برای مردم درست میکنه. هیئت‌ها از زیر سقف برن بیرون. بر اساس این دستورالعمل قرار است مراسم محرم امسال با رعایت فاصله گذاری و بدون جابجایی هیئت و دسته و در فضای باز برگزار شود. حضور هیئت‌ها در مکان‌های مقدس و برخی از مراسم که در استان‌ها اجرا می‌شود هم ممنوع شده. تصمیم به برگزاری محدود مراسم محرم در حالی است که یک عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا از جهش این ویروس و افزایش 10 برابری قدرت سرایت آن خبر داده. مینو مهرز گفته پروتکل‌های پیشنهادی دولت برای برپایی مراسم محرم نمی‌تواند جلوی انتشار و گسترش کرونا را بگیرد. همزمان جمعی از پزشکان و کادر درمان که این روزها در تیررس این ویروس قرار دارند، در نامه‌ای از مراجع تقلید و حوزه‌های علمیه درخواست کردند مانع برگزاری این مراسم شوند. در این نامه آمده هیچ نهاد ناظری توانایی ضمانت رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط میلیون‌ها شرکت کننده در مراسم محرم را ندارد و در این شرایط حتی با استفاده از ماسک و رعایت فاصله بین عزاداران امکان جدی سرایت بیماری وجود دارد.
بر اساس آمار رسمی از بیش از 192 کشور جهان، آمار مرگ و میر روزانه کرونا در حدود 100 کشور به صفر یا حداقل تک رقمی رسیده، اما در ایران همچنان سه رقمی است. البته بر اساس آماری که به دست بی بی سی فارسی رسیده، شمار واقعی مبتلایان و جانباختگان در ایران بیش از ارقامی است که دولت اعلام می‌کند. هشدارها نسبت به وضعیت قرمز در شهرهای مختلف در حالی است که تعدادی همچنان تعطیلات آخر هفته را به فرصتی برای سفر و تفریحات دست جمعی تبدیل کردند. از کوهنوردی گرفته تا آنها که راهی سفر به شمال ایران شدند. مناطقی که تجمع و سفر در آنها ممنوع شده، اما گویا نه گوشی برای شنیدن هست و نه تلاشی جدی برای جلوگیری از این سفرهای غیر ضروری و خطرناک. ریحان مظاهری، بی بی سی. در ایران رئیس بنیاد مستضعفان میگوید املاک مختلف این بنیاد در اختیار شماری از مقام‌های سابق و فعلی، مجلس و نهادهای نظامی است. پرویز فتا به عنوان مثال از ساختمان 12 طبقه مرکز پژوهش‌های مجلس در نیاوران در شمال تهران اسم برده و خواستار تخلیه این ساختمان شده. او در مصاحبه‌اش با تلویزیون ایران از بعضی افراد هم که املاک بنیاد را در اختیار دارند نام برده، از جمله غلام علی حداد عادل، رئیس پیشین مجلس و مشاور رهبر جمهوری اسلامی. بحث مدرسه آقای دکتر حداد عادل بود. ایشون برای اداره مدارس فرهنگ گرفته بودند در منطقه فرشته و الهیه خیابان چناران. خب الان دستشونه. اونجا به اجاره بوده. اجارهش هم چند نوبت تمدید شده. بنیاد نامنگاری کرده، با تخلیه میشد، فرصت خواستن. اجارهش هم اجاره به روز نبوده، با ملاحظه بوده. الان دیگه اجاره تموم شده. آقای دکتر حداد عادل با تصمیم بگیرن یا باید اجاره روز رو ببندن؟ به نظر میاد با این گرانیه واقعا اجارات، اونم تو اون منطقه، حتما به صرفه نخواهد بود و ایشون نمیتونن از بچهای مدرسه مثل فرهنگ این اجاره رو دریافت کنن. پیشنهاد ما اینه که واقعا باید برگرده. آقای حداد عادل هنوز واکنشی به این صحبت‌های آقای فتا نشان نداده. احسان مهرابی روزنامه‌نگار از برلین با ما است تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. آقای مهرابی، ادعاهای زیادی مطرح شده علیه شخصیت‌های مختلف در ایران. چقدر این ادعاها درسته؟ در ساختاری که به هر حال بنیاد مستضعفان داشته، این مدیران این بنیاد این اختیارات رو داشتن که یک سری املاک رو به افراد مختلف، حالا چه در قالب خیریه یا در قالب‌های دیگر واگذار بکنن که بخشی از اونها مالکیتش ممکنه واگذار شده باشه یا بخشی از اونها اجاره باشه. به هر حال اصل این ساختار که رؤسای بنیاد این اختیارات رو داشته باشن اصلی فسادزا بوده که در دوره‌های مختلف هم به هر حال وجود داشته و فقط این موضوع درباره بنیاد نیست و درباره دیگر نهادها هم هست که اصل این اختیارات فساد ایجاد میکنه و همینطور این که به هر حال این نهادها املاک زیادی دارن که حتی برخی از اونها ممکنه که به نوعی فراموش و در ساختار بنیاد وضعیتش مشخص نباشه. تقریبا میشه ادعاهای آقای فتا درباره این که این املاک به این افراد واگذار شده هست، اما برخی ادعا دارن که استفاده میکردن در واقع استفاده خیریه بوده و اونها منفعت مادی رو نمیبرن از این املاکی که در اختیار دارن. این رویه که یک کسی بیاد بررسی بکنه مسائل فساد رو مطرح بکنه در ایران و بخواد که این مسائل حل بشن، این رویه آشنایی معمولا نزدیک به انتخابات شاهدش هستیم. فکر می‌کنه آیا احتمالش هست که آقای پرویز فتاح بخواد در انتخابات ریاست جمهوری نامزد بشه؟ فکر می‌کنین این شروعیه برای این کار؟ آقای فتاح به هر حال یکی از گزینه‌های مطرح جدی هستن برای انتخابات ریاست جمهوری، هرچند که به هر حال در صحبت‌های خودشون به نوعی این گمانه‌زنی رو رد کردن و اعلام کردن که هدفشون این هست که این املاک رو پس بگیرن، حالا هرچند بقیه میخوان هر فکری در این باره بکنن. از سوی دیگه آقای فتاح عملاً به نوعی روششون هم روش افشاگری بوده که شبیه روش گذشته مثلا آقای احمدی نژاد هست، اما ساختاری رو برای مقابله با فساد در بنیاد مستضعفان ارائه نکرد.
ایشون میتونن همونطور که مطرح شده بیان همه اطلاعات اسناد رو در یک سایتی قرار بدن که مشخص باشه به هر حال املاک بنیاد در اختیار چه کسانی هست و چه استفاده از اون میشه. به جز استفاده های سیاسی که ممکن آقای فتاح از این سخنان داشته باشن، الان وضعیت همه بنیادها هم مانند وضعیت دولت به لحاظ اقتصادی به نوعی خراب و همونطور که داره املاکش رو میفروشه، بنیاد مستضعفان هم قطعا مشکل اقتصادی داره و میخواد که یک سری از املاک را دوباره خودش در اختیار بگیره و اونها را بفروشه و وضعیت فعلی اقتصادی رو سپری بکنه تا به وضعیت آینده برسه. قاعدتا یک بخش نگاه آقای فتاح هم از این جهت بوده و ایشون نمیخواد وضعیت اقتصادی بنیاد دچار مشکل بشه و ایشون به عنوان مدیر بشن که در دورشون بنیاد مشکل اقتصادی داشته. قاعدتا به جز این هدفهای سیاسی هم میتونه در این مطرح باشه. متشکرم. این که به هر حال جلوه داده بشه افراد فاسد هستن به جز رهبر اسلامی و افرادی مثلا مانند آقای رئیس. متشکرم از توضیحات شما. احسان مهرابی روزنامه‌نگار از برلین، عذرخواهی میکنم که کیفیت این خط ارتباطی ما خیلی خوب نبود. دو هفته از برخورد یک کشتی نفتکش ژاپنی به صخره دریایی در ساحل جزیره موریس می‌گذرد. با نشت نفت از کشتی، نخست وزیر این جزیره در اقیانوس هند وضعیت اضطراری اعلام کرده. او از جامعه بین‌المللی درخواست کمک فوری کرده. شرکت صاحب کشتی هم عذرخواهی کرده و گفته که برای حل مشکل هر کاری که بتواند انجام می‌دهد. گزارش تیم آلمان رو ببینید. پارادایس، بهشتی که از دست رفته. ساحل زیبای جزیره موریس با لایه ای از نفت ضخیم سیاه آلوده شده. By thick black oil. می توانید ببینید که گزر و مد سمی و سیاه ساحل را فرا گرفته. این حیات وحش را به خطر می اندازد و خسارت های بی حسابی می تواند. And this is where it's all coming from. منشأ همه این حوادث این است. ام وی واکاشیو، کشتی ژاپنی که اینجا گیر افتاده. به رگه های زخیم سیاه که از میان آبهای سبز رنگ اقیانوس هند میگذرد نگاه کنید. هیچ ارزیابی ریسک درست و حسابی در مورد کشتی صورت نگرفته تا احتمال نشت نفت بررسی بشه. ما حالا با یکی از بزرگترین بحران های زیست محیطی در جزیره روبرو هستیم. این تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که نشت نفت چطور بدتر و بدتر شده. این تصویر کشتی از زمانی است که به صخره دریایی برخورد کرد. دوباره نگاه کنید. 4000 تن نفت در حال نشت به دریاست. این حادثه قطعاً بر وضعیت دریایی اثر گذاشته. همینطور بر جوامع، چون شمار زیادی از ماهیگیرها در اون منطقه ماهیگیری می‌کنن و زندگیشون از این طریق می‌چرخه. مردم محلی هرچه در توانشان است برای محافظت از این محیط بکر می کنند. گفته شده یکی از بهترین صخره های مرجانی جهان را دارد. اما این کشور کوچک و فقیر به گردشگری وابسته است. فرانسه پیشنهاد ارسال کمک کرده. این نگرانی هست که تانکر هر لحظه متلاشی شود و کمک به موقع نرسد. تیم اولمن، بی بی سی نیوز. پایان بخش خبری رسیدیم. تا لحظات دیگه با خلاصه خبرها با شما خواهم بود.